حالا بعد از استراحت میاییم پسوندهایی رو در نظر میگیریم که از نظر تأثیرگذاری روی تکیه خونسا هستند، اثری ندارن روی تکیه واژه. یعنی واژه از قبل هر تکیه ای داره، با اضافه کردن این پسوند بازم تکیه سر جای خودش میمونه. مثل above، این رو دقت بکنید. اینجا این دوتا پسوند رو گاهی میبینید که اونایی که وارد نیستند able یا age تلفظ میکنند. آره، این اگر واژه تنها باشه able، اینم واژه تنها باشه age هست، ولی به عنوان پسوند اینها دیگه کوتاه میشند، شوا میشه یا ای میشه. بس این able هست. خب شما comfort در نظر بگیرید، تکیه روی هجای اول هست، able بهش اضافه میکنید میشه comfortable. و depend یک فعلی است که جای آخرش قوی هست، استرس گرفته به خاطر قوی بودن جای آخر. حالا able بهش اضافه میکنیم میشه dependable، استرس سر جای خودش مونده. همانطور each، این رو دقت کنید، اینم ایج نگید. من خیلی شنیدم که دانشجوها این رو ایج میگن و حالا مردم عادی هم میگن پکیج. پکیج این آپارتمان مثلا پکیج داره، پکیج. این ایجی رو ایج تلفظ کنید در آخر واژه، مثل انکریج، مثل پوستیج. حالا من یه خاطره ای از این ایج دارم. درس میدادم سر کلاس، به بچه ها گفتم خب حالا مثال بزنید، میخواستم هی تکرار کنن، تمرین کنن و این ایج رو درست تلفظ بکنن. چند تا مثال زدن اینا. یکی گفت کبیج، خب خوبه کبیج، این هم ایج خونده میشه. نفر بعدی گفت هویج و خب همه ما خندیدیم، ولی گفتن خب اشکال نداره، همین خنده به ما کمک میکنه یادمون باشه. شما هویج رو یادتون داشته باشید و با توجه به اون هیچ وقت دیگه این ایج رو ایج تلفظ نکنید، مثل هویج باید باشه، همش ایج باید باشه. خب ای این هم همونطور واید، وایدن، این البته تک جایی هست و واژه وقتی تک جا هست همون تک جا تکیه میگیره دیگه. وقتی بیش از یک هست ما باید تعیین کنیم کدومش تکیه داره کدومش نداره. پس اینجا واید پسوند اثر نذاشته. بلکن همونطور فول، wonder که شما این wonder رو اگر اسم بگیرید طبق قاعده ای که گفتیم در اسم جای اول رو اول بررسی میکنیم، اگه قوی بود تکی رو حمل میکنه و اینجا wonder VCC هست تکی رو میگیره، full هم بهش اضافه کنید تکی رو پس نمیده، نگرداره. wonderful و purposeful، در purpose هم باز ما VCC داریم، اسم هست، قوی هجای اول تکیه بر میشه و full اثری روی اون نداره. میرسیم به able، این هم خب تلفظش شبیه به این میشه، able میشه، ولی در مورد able میتونم بگم که همیشه هجای قبل از able تکیه داره، ولی این able، این able اونجوری نیست. این spelling
میبینید که اینجا کامفورتبل شده، قبل از ابول تکیه نداریم. ولی این مثال ها رو اگر نگاه بکنید، تکیه اصلی قبل از ابول هست، کنورتبل، کلکتبل، درسته طبق قاعده پیتر روچ. این ابول هم اثری روی تکیه نداشته، ولی فرقش با اون اولی اینه که تکیه قبل از آی بی ال ای هست، ابول هست. لس هم همونطور، نس هم مثل اینه، پاور، پاورلس، فلاور، فلاورلس. خب پس ما در واژه های کامپلکس پسوند هایی داشتیم که تکیه ور بودند روی، یعنی تکیه واژه رو تعیین میکردن، خودشون حمل میکردن، این پسوند های تکیه دار بودن. پسوند هایی داریم که خونسا هستند، اثری روی تکیه در واژه ندارن، واژه از قبل هر تکیه ای داره همون تکیه رو خواهد داشت. حالا بعد از این پسوند هایی داریم که حتما اثر میذارن روی تکیه، stress affecting suffixes، پسوند هایی که روی تکیه اثر دارن. اگر اینها رو نگاه بکنید در این مثال، اینها رو دو دسته کرده کتاب، اونهایی که پسوند هایی که با دو تا واکه سپل شدن یا دارای دو واکه هستن، مثل E O U S I A L I O N I O U S، اینها به هر واژه‌ای بچسبند تکیه رو میکشن میارن خونه همسایه، خودشون حمله میکنن، خودشون دیگه دستور میدن. اینجا به هجای ما قبل خود میگه که بفرمایید تکیه رو حمل کن. خب الان اینجا نگاه بکنید، advantage بر اساس همون ایج و اینها، advantage هجای دوم تکیه بر هست، ولی وقتی ای او یو اس اضافه میشه میشه advantageous، advantageous. خب این ای او یو اس استرس را آورد روی هجای ما قبل از خودش، و چون باز قبل از تکیه اصلی بیش از یک هجا داریم، هجای دوم قبل از اون مین استرس تکیه ثانوی خواهد داشت. و این ببینید اینجا اول شوا بود چون تکیه نداشت، حالا که تکیه ثانوی گرفت شد اد، advantageous، outrage و outrageous، outrageous. IAL هم همونطور، adverbial، قبل از IAL استرس داریم، adverbial. President، presidential، باز secondary stress چون قبل از main stress دو هجا، یه هجا بیشتر است، بیشتر از یه هجا ده. ION، این ION رو هم یعنی به طور کلی این دواکه یا تکیه رو قبل از خودشون میخوان. ION هم ما مثال خیلی داریم، خیلی از اسم ها که از فعل گرفته میشن به آی او ان ختم شدن و هجای قبل از آی او ان استرس داره، مثل پرفکت، پرفکشن، رگولیت، رگولیشن،
این شن یا همین آی او ان تکی رو برده روی جای قبل از خودش و آی او یو اس لیبر لبوریس از جای اول تکی رو آورد روی جای ما قبل خودش laborious harmony harmonious پس این پسوندها رو هم میتونیم به خاطر داشته باشیم. تعدادشون محدوده، خیلی راحت تو ذهن میمونه. پسوندهایی که اثر میذارن اونها رو شناختیم، سه تا بودن. پسوندهایی که اثر نمیذارن اونها رو هم لیست کردیم. حالا اونایی که اثر میذارن این دواکعی ها و بعدی دواکع نیست، پسوند های دیگه هست. این ایک هم مثل ایبول ایک همیشه تکیه رو ما قبل خودش میخواد، اثر میذاره و هجای قبل از خودش رو تکیه دار میکنه. و برای این یه سه چهار تا استثناء داریم که خیلی حالا مهم نیست، ولی ما میتونیم این رو کلی بگیریم. فعلا شاید با اون استثناءها سر و کار نداشته باشیم. خب اکانومی، دقت کنید روی کیفیت واژه‌ها. وقتی تکیه عوض میشه کیفیت واکه هم عوض میشه. در اینجا این ای کوتاه تلفظ شده، تکیه نداره. این او شده آ اکانومی، این او دوم شواهد چون تکیه نداره. ولی در اینجا میشه اکانومیک. ببینید این او که اینجا شوا بود حالا اینجا شد آ، این ای که کوتاه بود اینجا کشیده شد. برای اینکه سکندری استرس داره، تکیه ثانوی داره. و این دیگه قاعده یادمون باشه، اگر قبل از تکیه اصلی بیش از یک هجا داریم، یک تکیه ثانوی هم خواهیم داشت که معمولا دو هجا قبل از مین استرس یا تکیه اصلی. خب climate I دیفتانگ شده و اینجا البته مونده مثل اینکه سکندری نه ترشری استرس داره و الا I نمیشد، E میشد. و این مت اینجا ATE که شده مت فعل نیست، اگه فعل بود ایت میشد و کلایماتیک ایک اضافه شد. ایف باز قبل از ایف تکیه داریم، پروگرس ولی پروگرسیو شوا شد چون استرس دیگه نداره. ریفلکس تکیه روی هجای اول، ولی ایب که اومد تکیه اومد قبل از ایب میشه چی؟ ریفلکسیو. و ایتی، حالا برای ایتی حالا ایت گفتم ممکنه یه چهار پنج تا استثناء براش پیدا کنید، ولی برای ایتی من تا به حال استثنایی نشنیدم. قبل از ایتی ما همیشه تکیه داریم. possibility public publicity این هم هجاهایی که اثر میذارن، اونایی که اثر میذارن یا دوتا واکه دارند که بررسیشون کردیم یا دوتا واکه ندارن، یکی از این ستا هستن ایک، ایب و ایتی.
ما این پسوندها رو راحت میتونیم به خاطر بسپاریم چون تعدادشون خیلی زیاد نیست و به کمک اینها میتونیم تکیه اصلی واژه و بعد تکیه ثانوی اونها رو تعیین بکنیم. وقتی تکیه مشخص شد کیفیت واژه هم مشخص میشه. وقتی تکیه نداره میبینید شوا میشه، میشه ایکنامی، ولی وقتی تکیه داره میشه اکانومی. پس تکیه اینجور به ما کمک میکنه و این قواعد تا حدودی کمک کننده هستند. حالا بعد دیگه تمرین میخواد، یعنی صرفا من یاد گرفتم که در اسم اگر هجای اول قوی هست تکیه رو حمل میکنه، این کافی نیست. اینقدر تمرین میکنیم دیگه خود قاعده جا میفته، عادت میشه و درست تلفظ میکنیم. Compound words، حالا واژه های مرکب بمونه برای جلسه بعد. فعلا خدا حافظ شما.